تاریخ تفکر مسیحی نویسنده تونی لین مترجم روبرت آسریان بخش دوم سنت کلیساهای شرق از سال 500 میلادی به بعد پس از سال هفتاد جهان یونانی زبان مرکز سقل مسیحیت شد تا زمان آگوستین مسیحیت لاتین غرب راهی طولانی پیموده اما هنوز با مسیحیت شرق همخانی لازم را نیافته بود. حجوم اقوام وحشی به اروپا در قرن پنجم باعث سقوط امپراتوری روم غربی شد و تمدن غرب را به افول کشاند و در قرن دوازدهم بود که تمدن غرب مجددا برتری شرق را به چالش کشید. غربیها قرون وسطا را دوران میان کلیسای اولیه و تجدید حیات کلیسا در قرون پس از آن میدانند اما در شرق چنین نبود در شرق اصر پدران کلیسا نه با و نابودی بلکه با ظهور امپراتوری مسیحی بیزانس پایان یافت که پای تخت آن بیزانس یا همان قسطنطنیه بود تمامی امپراتوری و کلیسا هر دو مطیع امپراتور بودند. یوستینیانوس بزرگترین امپراتور بیزانس بین سالهای 527 تا 565 حکم روایی می کرد. دوران حکومت او از برخی ابعاد نقطه اوج امپراتوری بیزانس محسوب می شود. در قرن هفتم همزمان با حجوم مسلمانان روند تضعیف و از محلال این امپراتوری آغاز شد. در عواسط قرن هفتم سپاهیان مسلمان بخشای قابل ملاحظه ای از قلمرو امپراتوری بیزانس را که در ترکیه امروزی بود تصرف کردند. اگرچه پس از آن پیشروی مسلمانان کندتر شد اما عاقبت در سال 1453 شهر قسطنطنیه به دست آنان سقوط کرد و به استانبول تغییر نام یافت. اما این پیروزی های مسلمانان به معنای پایان یافتن حیات کلیسا در قلمروهای اشغال شده نبود حاکمان مسلمان اجازه میدادند مسیحیان به عنوان شهروندان طبقه دو در قلمرو حکومتی آنان به حیات خود ادامه دهند اما به این بها که قول بدهند در پی مسیحی کردن مسلمانان برنیایند کلیسای قبطی مصر هنوز ده درصد از جمعیت مصر را تشکیل می دهد و نقش مهم در حیات ملی و اجتماعی این کشور دارد. از سوی دیگر گراویدن مردم روسیه به مسیحیت ارتودکس در قرن دهم ده پیشرفت بزرگی برای گسترش مسیحیت در این دوران به شمار می آید. کلیسای شرق پس از شورای کالسدون چندین قرن درگیر مباحثات و مناقشات مربوط به شخصیت عیسی مسیح بود. کلیسای مصر و برخی دیگر از کلیساهای شرق شورای کالسدون را هرگز نپذیرفتند. این امر امپراتوران بیزانس را در مقابل دوراهی بزرگی قرار داد. آنان می توانستند با کنار گذاشتن اعتقادنامه کالسدون برخی از کلیساهای شرقی مخالف کالسدون را با خود مصالحه دهند اما این به قیمت نادیده گرفتن کلیسای روم تمام میشد دیگران که می توانستند اتحادشان را با کلیسای روم حفظ کنند اما این نیز باعث ایجاد تلخی و شقاق میان کلیساهای شرق میشد امپراتوران هر دو شیوه را آزمودن اما هیچ یک رضایت بخش نبود تا آنکه مسلمانان عراضی امپراتوری بیزانس را تصرف کردند و کلیساهای مخالف کالسدون از قلمرو امپراتوری خارج و بدین دینسان قائل ختم شد کلیسای شرق در مورد اعتقادنامه کالسدون اتحاد خود را با کلیسای غرب حفظ کرد و کلیساهای مخالف کالسدون طریق خود را پیش گرفتن و تا امروز نیز باورهای خود را در این زمینه حفظ کردهاند. کلیسای شرق کلیسای بسیار سنتی شد. این کلیسا پس از دوران پدران همواره کوشیده است سنت راستینی را بدون کوچکترین تغییری حفظ کند. این امر چه در زمینه اصول اعتقادات و باورها و چه در زمینه مراسم و آینهای پرستشی صادق است. این فرایند با گردآوری سخنان پدران کلیسا در مورد شخصیت عیسی مسیح در قرن پنجم آغاز شد دوران پدران کلیسا توسط یوحنای دمشقی کاملا خاتمه یافت کسی که تعالیم پدران کلیسا را به شکلی نظاممند در آثار خود بیان کرد با شروع قرون وسطا شخص پاپ مرجع اقتدار کلیسای غرب شده بود کلیسای روم تنها مقر اسقفی گذاری شده توسط رسولان در غرب محسوب میشد زیرا تنها کلیسایی بود که می توانست ادعا کند توسط یک رسول بنیان نهاده شده است اما در شرق چون این کلیساهای بسیار بودند و بدین سان یک اسقف نمی توانست بر دیگر اسقفان ادعای تفوق و برتری داشته باشد اسقفان اعظم قسطنطنیه اسکندریه انتاکیه و اورشلیم را پاتریارخ نامیدند. نامیدن. همچنین در شرق به خاطر صبات سیاسی و نیز شیوه حکومتی استبدادی امپراتوران بر کلیسا تسلط داشتند. کتاب مقدس مطابق سنن تعلیمی و برداشت پدران کلیسا درک میشد و شوراها و اعتقادنامه های کلیسایی نیز بیانگر اجماع و توافق نظر پدران کلیسا بودند. برای کلیسای ارتودکس شرق شوراهای عمومی یا جهانی مرجع عالی کلیسا بود و تنها امپراتور می توانست دستور برگزاری آن را بدهد. کلیسای ارتودکس از میان این شوراها فقط هفت شورا را تایید می کند. یعنی شوراهایی که به دوران پیش از تقسیم و جدایی کلیسا به کلیساهای شرق و غرب مربوط می شود. البته منظور جدایی از کلیسای روم است نه کلیساهایی چون کلیسای مصر و دیگر کلیساهای مخالف کالسدون این هفت شورا عبارتند از شورای نیقیه 325 شورای قسطنطنیه 381 شورای افسوس 431 شورای کالسدون 451 میلادی شورای قسطنطنیه 553 شورای قسطنطنیه 680 تا 681 و شورای نیقیه 787 از قرن سوم به بعد و پس از لاتینی زبان شدن کلیسای غرب زبان کلیسای شرق و غرب نیز متفاوت شد در قرن چهارم در مورد آموزه تسلیس بین این دو کلیسا مناقشات جدی وجود داشت اما در سال 381 در شورای قسطنطنیه در این مورد اتفاق نظر یافتند اما در قرن پنجم و با سقوط امپراتوری غرب وحدت سیاسی بین شرق و غرب از بین رفت و این دو کلیسا دوباره از هم فاصله گرفتند این امر به تدریج اتفاق افتاد امپراتوران شرق به روم علاقمند بودند و پاپ ها نیز به وحدت با کلیسای شرق و نیز تمدن شرق توجه زیادی نشان میدادند اما در قرن 11 هم در کلیسای روم تغییراتی به وجود آمد در سیاست و عملکرد دستگاه پاپی که توجه اصلی آن معطوف شمال و غرب اروپا بود تا شرق اصلاحاتی رخ داد این رویه نوین باعث شد تا نگرش کلیسای غرب نسبت به شرق دشوارتر شود. برای مثال کلیسای روم مقدمه و توضیحاتی در مورد واژه پسر بر اعتقاد نامه نیقی افزود. و نتیجه این شد که دو کلیسای غرب و شرق در سال 1054 یکدیگر را تکفیر کردند. اما این پایان داستان نبود بلکه در قرون بعد تلاشهایی برای مصالحه بین دو کلیسا صورت گرفت به خصوص در قرون چهاردهم و پانزدهم که قسطنطنیه در ورطه سقوط به دست مسلمانان بود اما هیچ مصالحه پایداری بین این دو کلیسا ممکن نبود زیرا کلیسای روم در مورد مرجعیت مقام پاپی پافشاری میکرد ادعایی که کلیسای شرق هرگز آن را نپذیرفت